امشب در 24 خبرهای زد و نقیض درباره علت به کما رفتن آرمیتا گراوند، دختر 16 ساله در مترو تهران، واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی در غیاب اطلاعات پزشکی معتبر، فضای امنیتی در اطراف بیمارستان فجر. بعد مشتاق تهور של خمنایی מייצא ערס בחורבן ישראל. بنیامین نتانیاهو در واکنش به سخنان علی خامنه‌ای گفته تهران نمیتونه مانع گسترش صلح در منطقه باشه. رهبر جمهوری اسلامی عادی‌سازی روابط با اسرائیل رو قمار سراسر باخت خوانده بود. استفاده جمهوری اسلامی از بازار ترکیه برای دور زدن تحریم‌ها، در 8 ماه گذشته بیش از 500 شرکت با سرمایه‌گذاری ایرانی در ترکیه تأسیس شده. حمله‌ای که از قبل برنامه‌ریزی شده بود. همه ما از فتوای آیت الله خمینی در سال 1989 آگاه هستیم. و گفتگوی ایران اینترنشنال با دادستان پرونده ضارب سلمان رشدی، جیسون شمیت میگه حمله سال پیش به سلمان رشدی به فتوای 34 سال پیش خمینی مرتبطه. از واشنگتن دی سی، این 24 است با فرداد فرخزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. 3:30 بعد از ظهر اینجا در واشنگتن دی سی و 11 شب در تهران، جایی که فضای اطراف بیمارستان فجر، جایی که آرمیتا گراوند دختر 16 ساله به کما رفته، امنیتی گزارش شده و ماموران لباس شخصی در اطراف محل مستقر شدند. بنابر گزارش آرمیتا گراوند ساعتی بعد از بیهوش شدن در ایستگاه متروی شهدا به بیمارستان فجر نیروی هوایی تهران منتقل و تحت تدابیر امنیتی بستری شده. بنابر بعضی گزارش‌ها او به دلیل برسر نداشتن مقنعه در مترو تهران مورد آزار نیروهای موسوم به حجاب‌بان قرار گرفته و طی درگیری به وجود اومده، ماموری او رو هل داده که باعث شده سرش به میله آهنی واگن برخورد کنه و بیهوش بشه. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا و جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن با ماست. با خانم رضایی شروع می‌کنم، چه می‌دونیم در مورد وضعیت او؟ سلام به شما و بینندگانتون و آقای برزگر. ببینید، جمهوری اسلامی روز دوشنبه در واقع رسانه هاشون ویدیویی رو به صورت تخطیر شده منتشر کردن که چند تا دختری که مقنعه‌هاشون روی شونه‌شون بود وارد مترو میشن، وارد واگن مترو میشن، بعد بیرون میان، بعد از چند لحظه در اون ویدیو بیرون میان و دوستشون رو دارن روی دست حمل میکنن. اینجا بود که افکار عمومی ایران متوجه شد که یک دختر 16 ساله‌ای که دانش آموز مدرسه بوده در واقع در مترو با افت فشار خون سرش برخورد کرده به جایی. بعد از اون در واقع منابع ما در ایران وایر به ما اعلام کردن که ایشون با علائم هتروما بستری شده، توسط اورژانس شهرداری تهران منتقل شده به بیمارستان فجر در خیابان پیروزی تهران و در واقع منابع ما همون روز گفتن که فشار روی خانوادهش زیاده. امروز که سه شنبه باشه، در واقع خبرگزاری حقوق بشری هنگاو اعلام کرد که نام این دختر آرمیتا گراونده و همزمان با اون هم خبرگزاری ایرنا وابسته به دولت جمهوری اسلامی، خبرگزاری رسمی دولت، یک مصاحبه ای رو به اصطلاح مصاحبه ای رو منتشر کرد که در اون پدر و مادر این دختر نوجوان با لکنت و بسیار اضطراب شدیدی توی رفتارهاشون مشخصه. مادرش مدام به این طرف و اون طرف نگاه میکنه برای اینکه تایید بگیره و میگه که بهش گفتن که با افت فشار خون سرش خورده به جایی. خانم رضایی، اتفاقا همین کلیپ رو داریم از ایرنا، اجازه بدید اون رو ببینیم و دوباره برمیگردیم. بله. فشارش افتاده بود، نمیدونم میکنه، حالا گفتن فشارش افتاده. خب فشارش افتاده یا خورده زمین، بعد لبه سرش به لبه مترو خورده دیگه. بچه ها آوردن بیرون، دوستاش یکی جلو بوده یکی عقب، از دوستاش اینا آوردن بیرون دیگه، زنگ زدن به اورژانس و دیگه بچه هم آوردن بیمارستان. خانم رضایی، این همون کلیپی بود که شما هم بهش اشاره کردید. به نظر میاد شاید با توجه به تجربه مهسا امینی، حکومت به شکلی میخواد دست بالا رو بگیره که حداقل روایت خودش رو داشته باشه از همین حالا.
همینطوره. به نظر میاد که تجربه پارسال رو دارن، از اونجایی که این دختر رو به یک بیمارستان نظامی منتقل کردن، از اونجایی که در واقع دست پیش رو گرفتن سعی کردن سناریوی افت فشار رو به جامعه تحمیل بکنن، اینا همه نشون میده که از قبل برنامه ریزی داشتن برای این قضیه که به افکار عمومی به این شکل پاسخ بدن. اما در این حال خب ما افکار عمومی رو داریم که داره فشار میاره، مدام از حکومت میخواد که دوربین هایی رو که داخل واگن های قطار هست که ما میدونیم همه جا هست، برادر بزرگ در جمهوری اسلامی همیشه داره مردم رو رصد میکنه، مردم از اونها میخوان که این فیلم ها رو منتشر بکنن، به افکار عمومی پاسخگو باشن. اما این اتفاق نیفتاده تا به حال و به نظر نمیرسه که حداقل تا زمانی که بتونن در واقع پازل های این سناریو رو کنار هم بچینن که چنین ویدیویی رو منتشر بکنن. همچنین ما در مورد این دختر میدونیم که اعلام شده که در واقع از سطح همتراز سقوط کرده، بحث افت فشار رو مطرح کردن، در حالی که در واقع وقتی که کسی دچار افت فشار میشه قاعدتا سرش گیج میره، دست و پاش میلرزه، اطرافیانش که دوستانش بودن، دوستان هم مدرسه ایش بودن، متوجه میشن و میگیرن ازش. خب باعث میشه که اون ضربه ای که در واقع در اثر برخورد با زمین سرش ممکنه که به زمین برخورد کنه و ضربه بهش وارد بشه خیلی کمتر باشه، در حالی که ما میدونیم که ایشون با سطح هوشیاری 3 در بیمارستان بستری شده و به نظر میرسه که با ضربه ای بوده، هلش دادن، اتفاقی افتاده. جمهوری اسلامی واقعا نیاز داره به این که من عرض میکنم خدمتون، نیاز داره که افکار عمومی رو روشن بکنه، وگرنه خیلی محتمل هست که اتفاقاتی که سال گذشته برای جینا مهسا امینی افتاد و در واقع بعد از اون افتاد در این مورد هم تکرار بشه. آقای برزگر، خانم رضایی هم اشاره کرد ما اینجا بودیم پارسال دقیقا همین موقع ها، تجربه مشابه تلخ ایرانیان داشتند، به نظر نمیرسه که جمهوری اسلامی درس چندانی از اون تجربه گرفته باشه. چقدر فکر میکنید که این میتونه جرقه یک اتفاق بزرگتر بشه؟ با سلام به شما و خانم رضایی و بینندگان، ببینید درست همونطور که شما گفتید جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نه تنها درس عبرتی نگرفته از جنایتی که سال گذشته در شهریور ماه، اواخر شهریور ماه برای جینا مهسا امینی رخ داد، بلکه میبینیم که حتی به شیوه های ناشیانه تر و در این حال ناصادقانه تری داره با مردم مواجه میشه. خب ببینید پرسش های بسیار جدی و ابتدایی مطرح هستش. اگر در واقع اونگونه که مدیر مترو گفته و بعد خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا سعی کرده در واقع سند بسازه برای اون، این پدر مادر آرمیتا فیلم ها رو دیدند، خب این فیلم، یعنی این فیلم ها موجوده، پس چرا فیلم ها منتشر نمیشه؟ درست قسمت هایی منتشر میشه که محل سوال و محل ابهام نیست. اگر این فیلم ها وجود داره و نشون داده شده در اون فیلم ها به روشنی که آرمیتا دچار اونطوری که اون میگن در واقع افت فشار شده و خودش به زمین خورده، خب فیلم هاش موجود هست، میتونن نشون بدن. وجود نیروهایی به اسم حجابان که در واقع وظیفه‌شون این هست که در مقابل حقوقی که میگیرن متعرض میشن به زنان ایرانی، به دختران ایرانی، اونها رو مورد تعرض قرار بدن، خودش به تنهایی روشن میکنه که چه اتفاقی در اینجا افتاده. انتقال آرمیتا گراوند به یک بیمارستان نظامی همونطور که خانم رضایی گفت و حضور نیروهای امنیتی و جلوگیری از اینکه اعضای خانواده در اونجا حضور داشته باشه، یا پزشکان و پرستاران و مسئولان بیمارستان صحبت بکنند، یا به خبرنگاران اجازه دادن که برند اونجا و گزارش شایعه بکنند، اینها به روشنی گویا هستش. حتی خبرنگاری هم که میری گزارش شایعه بکنه میبینید که بازداشت میشه. اما اینکه آیا یک، اگر امیدوارم چون این اتفاقی برای آرمیتای عزیز نیفته، ولی اگر یک قتل دیگر هم به این شکل اتفاق بیفته، آیا جرقه اعتراضات زده خواهد شد مجددا یا
نه، خب بستگی به دلایل دیگری هم داره، ولی ما میدونیم به هر حال فضای کشور فضای کاملا ملتهبی است. شما در همین شب گذشته در اصفهان شاهد بودید که لغو یک مسابقه فوتبال بلافاصله تبدیل به شعارهای سیاسی شد و یعنی در واقع اعتراضات جنبه کاملا سیاسی پیدا کرد در شعارهایی که هواداران فوتبال میدادن. در مراسم سالگرد ژینا هم شاهد بودیم. از اون به بعد هم در واقع در این روزها که مدام روزهای سالگرد جانباختگان هست، مدام ما شاهد بازداشت‌ها و فشارهای امنیتی هستیم. همین اینها نشون میده که ارزیابی دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی هم همین هست که در سوال شما نهفته بود، یعنی هر آن این انتظار میره که شرایط مجدداً به گونه‌ای بشه که مثل پارسال در واقع ما شاهد اعتراضات گسترده خیابانی باشیم. و بنابراین یک جنایت دیگه در چنین فضایی طبیعتاً میتونه بر خشم انباشتی مردم بیفزاید. ممنونم از هر دوی شما، جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن و رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا کانادا. این هم اشاره بکنم که در برنامه دوم امشب 24 مفصل به این موضوع میپردازیم. همزمان با سفر دوم این وزیر اسرائیلی به عربستان سعودی، رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد از گسترش روابط کشورهای منطقه با اسرائیل، روابط با این کشور رو شرط بندی روی اسب بازنده و قماری محکوم به باخت خونده. علی خامنه‌ای به کشورهای منطقه هشدار داده از عادی سازی روابط با اسرائیل ضرر می‌کنند، چون به گفته او این کشور رفتنی و در حال مرگ. او گفته اسرائیل به دست مردم فلسطین و نیروهای مقاومت در منطقه ریشه‌کن میشه. دولت‌هایی که قمار عادی سازی با رژیم صهیونیستی رو برای خودشون سرمشق و شیوه کار قرار میدن، اینا ضرر خواهند کرد. باخت منتظر اینهاست. رژیم صهیونیستی لبریز از کینه و غیظ است، نه فقط نسبت به ما، حالا ما که اهمیت نمیدیم. حتما این سرطان انشاءالله به دست خود مردم فلسطین و نیروهای مقاومت در کل منطقه ریشه‌کن خواهد شد. در واکنش به صحبت‌های آقای خامنه‌ای، یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل حرفای رهبر جمهوری اسلامی رو تهدیدات پوچی علیه اسرائیل و عادی‌سازی روابط این کشور با عربستان سعودی توصیف کرده. آقای گالانت گفته حکومت تروریستی جمهوری اسلامی میخواد صلح رو در منطقه با تهدیداتی پوچ خراب کنه. این مقام نظامی اسرائیلی در صفحه اکس یا همون توییتر سابقش نوشته در حالی که ایران مشغول گسترش ترور و ویرانیه، اسرائیل در پی دستیابی به امنیت و صلح در خاورمیانه است. علی افشاری تحلیلگر امور سیاسی اینجا در استودیو با ماست. گمان میکنم یک سرخوردگی و استیصالی هم برای رهبر جمهوری اسلامی از این طور نیست، برای اینکه بالاخره در گذشته علاوه بر جمهوری اسلامی کشورهای زیادی در منطقه بودن که ممکنه خصومت عیان با اسرائیل نداشتن ولی خب روابط هم نداشتن، ولی الان اماراتی ها، بحرین، احتمالاً به زودی سعودی ها روابطشون رو عادی میکنن با اسرائیل و به نظر نمیاد که رهبر ایران خیلی خوشحال باشه از این. نه قطعاً که ناخشنود هست از این اتفاق و فراتر از اون رو یک تهدید میبینند. بخشی از دلایلی که شاید جمهوری اسلامی به سمت تنیسودای با عربستان حرکت کرد همین مسئله بود که بتونه به هر حال یک اثر بازدارنده داشته باشه رو گسترش پیمان صلح ابراهیم و غیره، و از این لحاظ هستش که خب اونها الان میبینن که این حرکت اونها تأثیر منفی بر اون نگذاشته و به هر حال البته هنوز عربستان و اسرائیل از عادی شدن روابط خب فاصله دارن، ولی آمریکا داره نقش خیلی فعالی رو ایفا میکنه برای که این اتفاق تاریخی بیفته، چون اگر عربستان کار انجام بده تقریبا دیگه این مانع در کشورهای اسلامی فرو ریخته، بعد از اون شمار بیشتر در کشورهای اسلامی هم میرن به این سمت. منتهای مراتب اون چیزی که خامنه ای آمدانه این رو میدونه و این اطلاعات غلط رو به جامعه میده که این عادی شدن ها یعنی روابط برقرار شدن معنی نیست که کشورها اختلافاتشون
میره کنار کاملا و دیگه با همدیگه مسائل به اصطلاح که مورد اختلاف تفاوت نظر باشه وجود نخواهد داشت. نمونهش ترکیه است. ترکیه در بهار توجه به حقوق فلسطینی ها میدون که اساسا حالا درسته که حماس ارتباطاتی و روابطی با جمهوری اسلامی داره، ولی حماس به لحاظ راهبردی با ترکیه نزدیکه و حالا این همه پیوندهای اخوانی دارن، اخوان المسلمینی دارن، ولی همین اردوغان رو میبینیم علی رغم اینکه مواضع تندی هم نسبت به اسرائیل و توسعه طلبی اسرائیل داره، ولی در آخرین مجامع سازمان ملل مینشینه در کنار نتانیاهو و میگه که ما در یک سری حوزه‌های با هم دیگه منافع مشترک داریم. الان عربستان هم به هر حال یکی از دلایلی که تا الان صبر کرده شده دلیل اصلی نیست این هستش که نه اساسا نمیشه عادی شدن رابطه اسرائیل و عربستان بدون اینکه وضعیت فلسطینی‌ها تغییر پیدا بکنه و امتیازاتی رو میخواد بگیره در اونجا و الان خب مسئله اصلی اینکه از مهار گره ها در اینجا هستش. بنابراین خامنه ای از این لحاظ، یعنی اون چیزی که اون نابودی یه اسرائیل میگه، نقطه مقابلش اتفاقا گرایش دستراسی های تندروی اسرائیلی هستش که اساسا پذیرای دو دولتی نیستن و اینا علی رغم اینکه در تقابل با هم دیگه هستن ولی به یک هدف میرسن. این نوع تحرکاتی که داره انجام میشه خب به سمتی هستش که اون الگوی دو دولتی رو تقویت کنه. البته بها چالش هایی وجود داره، حالا مستقل اون چیزی که خامنه ای میگه بها موانعی هم هست، یعنی همین الان امارات هم که عادی سازی کرده ولی بعد از اتفاقاتی که به حال در دوباره گسترش تنش‌ها بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها شده، خب اونام یه مکس‌هایی کردن، انتقاداتی کردن، اعتراضاتی داشتن، ولی اینها دیگه اون پرونده رو بستن که اسرائیل نابود میشه، اسرائیل نباید باشه. به سمت این دارن میرن که این وضعیت موجود رو عادلانش بکنن. خب این چیزی هست که اساساً به نظر من در نگاه خامنه‌ای و جمهوری اسلامی واقعاً حقوق اون مردم فلسطینی ایدئولوژی بزنیم کنار، این مردم که در زندگی میکنند و در این شرایط سختی هم که قرار دارند اون دغدغه‌شون نیست، همونطور که مردم ایران دغدغه‌شون نیست. یک اقلیتی هستن که با اتکا به زور، حالا در باورهای خودشون هم شاید خودشون رو حق میدونن، محق میدونن و همون جمله معروفی در گذشته هم بوده که با اتکا به زور بازو اقلیتی بر اکثریت حکومت بکنه و نگاه خامنه‌ای هم به هر صورت به این سمت هستش که همین ایدئولوژی رو جلو ببر اینا و اینا منافعی رو داره و بتونه به هر صورت جلوی عادی شدن اسرائیل در کشورهای اسلامی رو بگیره و به هر حال به این توهم دل بسته. الان دیگه امسال شد 8 سال گذشت دیگه از اون وعده 25 سال، حالا 17 سال دیگه اش هم باید ببینیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم اتفاقا به حرف آقای خامنه‌ای واکنش نشون داده. اجازه بدید اون رو ببینیم و برمیگردیم. در حالی که حکومت تروریستی خامنه‌ای نابودی و کشتار رو صادر می‌کنه، اسرائیل در حال پیشبرد پیشرفت و صلح. همانطور که جمهوری اسلامی نتونست مانع دستیابی اسرائیل به پیمان ابراهیم بشه، این بار هم نمیتونه مانع گسترش صلح به نفع شهروندان اسرائیل، مردم منطقه و جهان بشه. همین عادی سازی با امارات متحده عربی، بحرین، مراکش، احتمالاً با عربستان سعودی هم واقعاً 10 سال پیش شاید خیلی کم بودن کسانی که فکر میکردن اصلا عملی هست. حالا عملی شده. من نمیخوام خیلی جلوتر از این خبرها بریم و بگیم که دو کشور تشکیل خواهد شد یا احیانا مشکل اسرائیلی ها با فلسطینی ها حل میشه، ولی بالاخره یک احتمال هست که به خصوص الان سعودی ها هم روی میز گذاشتن، این رو میدونیم که اولویت مهمی برای اونها هست. اگر به یک راپروشمانی بالاخره اسرائیلی ها برسند با فلسطینی ها، چقدر این فلسفه وجودی ایدئولوژی جمهوری اسلامی در مبارزه با اسرائیل برای نابودیش دیگه بی محل میشه؟ عملا خیلی ضعیف میشه و به همین دلیل است که اینا احساس خطر میکنن. این احساس خطر فقط نای سیاست خارجیشون نیست، موجودیت گفتمانی و ایدئولوژیکشون هم هست و از این لحاظ هستش که اینقدر پافشاری میکنن، برای اون کارشکنی میکنن. فقط حالا مخالفت کلامی و به اصطلاح لفظی نیست، منتهی مراتب این مسئله نیازمند این هستش که از ناحیه بها افراد نظر نتانیاهو و دولت افراطیش یک تعدیل های صورت بگیره، چون همین الان هم جامعه اسرائیل جامعه دو قطبیه، هیچ وقت در این حد درش تنش و کشمکش نبوده. ولی جمهوری اسلامی هم به شدت اینو حیثیتی کرده، نه مثل مثلا داستان حجاب، هیچ راهی واسه عقب نشینی نذاشتن. نه قطعا همینطوره، مثل چیزهای دیگه و حالا چون اون موجودیت اون ایدئولوژی اون گفتمان فرو می‌ریزه، این گفتمانی که اینها اسرائیل اصلا
میگن ما با یهودی ها مشکل نداریم و در کنه خودشون هم ضد یهوده، پذیرای اساسا یهود هم نیستن، دنبال برتری طلبی اسلامی هم هستن، طبیعتا اینها با هم دیگه قابل جمع شدن نیست. اما آن البته دو دولتی یک راهکاره، بها چالش ها هم کم نیست، ولی واقعا هم این سناریو هم نامحتمل نیست، به خصوص با فضای جدیدی که در جامعه اسرائیل ایجاد شده که در آینده دور یک دولتی باشه که کاملا داره سکولاری باشه، یعنی عنصر یهودی و مسلمانی یا عربی. مخالفان یهودی اون خیلی بیشترن تا دو دولت، یعنی که اون موقع شما یک جمعیت قابل توجه فلسطینی تبار مسلمان دارید که بعد دیگه کشور یهود رو چطوری میخواد به جامعه جمع نه خب بفشه. همین نه دیگه شما اینو در نظر بگیریم یک مثال، حالا این مثال رو نگم این اونه شاید قیاس مل فارق اگه جهادی باشه، آفریقای جنوبی هستش. یعنی در چون همین الان اتفاقا این بحث خیلی جدیتر مطرح شده که این در اون موقع نه که اسلامگراها باشن، اساسا دیگه مسلمون و یهودی ها مهم نیست، همه شهروند یک مثلا این منطقه هستن و دیگه این سیاست توسعه طلبی هم برای شهرک نشین هایی که چیزا میره کنار دیگه، مثلا حالا کرانه باختری و غزه و غیره اینا همه یک منطقه میشن در کنار کشور اردن. اینم یک امکان است، یک سناریو، حتی احتمالش میگم الان ضعیف هست ولی نامحتمل نیست، یعنی واقعا پیش بینی پذیری این وضعیت در آینده خیلی سخته. خیلی چون نسل جدید اون نگاهی، چون همین الان خب یه چالش بزرگ جامعه اسرائیل شما مسلمان‌ها کنار بگذارید، دعوا است بر سر این که نگاه سکولار، این که اصلا هویت یهودی در دولت نباید باشه، در مسائلی که ساماندهی حقوق زنان هست نباید باشه، برای همجنسگراها نباید باشه، در کنارش کسانی هستن که خب خیلی یهودیای ارتدوکسی هستن که جلوتر میخوان بیان، امتیازات بیشتری میخوان بگیرن، این منازعه هم وجود داره. همین ممکن استش که منجر به تعدیل شدن این بشه. البته جا داره که اینجا یاد بکنیم از دیپلمات‌های برجسته وزارت خارجه ایران که در ابتدای تشکیل این موضوع که هنوز اصلاً تشکیل نشده بود و موضوع مطرح بود در سازمان ملل، ایران یکی از اعضای اون کمیته ای بود، اونا پیشنهاد خوبی رو همون موقع دادن، گفتن این منطقه بشه یک دولت فدرالی، اعراب باشن، یهودیا باشن و اداره بشه. متاسفانه اون پیشنهاد اقلیت شد، ولی این امکان تو آینده هست، دو دولتی هم هست، چالش ها هم زیاده، ولی فضا اون فضای نیست که خامنه ای میگه نه. این دیدگاه بیشتر و بیشتر در بین دولت مردان و سیاسیون کشورهای اسلامی داره ضعیف‌تر میشه. منتهای مراتب هنوز آقای نرسنجی که الان خاطرم نیست کدوم مؤسسه انجام داده بود، ولی هنوز بین جوانان کشورهای عربی اومده بودن بین 18 سال تا 30 سال نرسنجی کرده بودن، اولین دشمن اسرائیل رو گفته بودن، ولی نکته جالب اینه که با کاری که خامنه ای انجام دومیش ایران بود، یعنی اسرائیل و بعد ایران. این مشکلات وجود داره، یعنی عادی شدن روابط فقط در سطح دولت ها نیست، باید امتیازات فلسطینی ها بگیرن، در سطح افکار عمومی این کشورها هم اون مشکلات برطرف بشه. ممنونم از شما علی افشاری، تحلیلگر امور سیاسی اینجا در استودیو. درباره نزدیکی اسرائیل و عربستان سعودی و پیامدهای گسترش برنامه هسته‌ای عربستان با مارک گینزبرگ دیپلمات سابق آمریکایی گفتگو کردم و ابتدا از او درباره رقابت هسته‌ای منطقه‌ای پرسیدم. ظرفیت‌های هسته‌ای اسرائیل به کنار، امارات متحده عربی هم در حال حاضر داره روی توافقی با ایالات متحده کار می‌کنه که پروژه هسته‌ای غیر نظامی خودش رو پیش ببره. دولت بایدن به طور روشن هر کاری رو برای پشتیبانی از توافق عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی داره انجام میده و به عنوان بخشی از این توافق داره از برنامه هسته‌ای عربستان حمایت می‌کنه. این واقعیت خاورمیانه است و ما داریم به این سمت می‌ریم، چون هیچ کس، حداقل به نظر من هیچ کسی که درکی از آرمان‌ها و اهداف هسته‌ای ایران داره، نمیتونه این واقعیت رو که جمهوری اسلامی در آستانه داشتن یک بمب هسته‌ای نادیده بگیره. برجام و توافق هسته‌ای ایران حالا مرده و دیگه برگردونده نمیشه. به وضوح در واشنگتن نگرانی‌های زیادی در مورد اهداف هسته‌ای روبرشت ایران وجود داره. بیایید با واقعیت روبرو بشیم. ما به خوبی آگاه هستیم که ایران در حال ساخت یک سلاح هسته‌ایه. سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در کل توسط دولت ایران گمراه شده. در واقع همین هفته هم فکر می‌کنم ممکنه برای صدور یک قطعنامه جدید علیه دولت ایران جلسه برگزار کنه. به طور کلی ما در موقعیت دشواری قرار داریم. عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی به طور اصولی تجاوزهای جمهوری اسلامی رو جواب نمیده، نه تنها در برابر مردم خودش بلکه در سطح بین‌المللی. یک نگاهی به قیام اخیر بندازید
به همه قتل‌ها و ویرانی‌ها و آشوبی که دولت ایران علیه مردم خودش به راه انداخته، مردم بیگناهی که تنها به دنبال دموکراسی هستند. و یکی از چیزهایی که منو تو این موضوع نگران می‌کنه اینه که دولت بایدن فقط می‌خواد از جنگ با ایران اجتناب کنه و از دستیابیش به بمب هسته‌ای جلوگیری کنه، در حالی که به نظر من مهمترین مسئله تضعیف این نظام و در نهایت برانداختنشه. در ادامه نظر آقای گینزبرگ رو در مورد توافق مبادله زندانیان و به طور کلی سیاست دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی پرسیدم. کاملا من موافقم که آمریکایی‌ها به خونه برگردن. اون چه من در این توافق دوست ندارم پرداخت 6 میلیارد دلار به جمهوری اسلامیه. ایده اینه که میتونیم به دولت ایران اعتماد کنیم که این 6 میلیارد دلار رو برای تامین غذا و تجهیزات پزشکی برای مردم ایران صرف کنه. اما با وجود وعده‌های دولت بایدن و دولت کره جنوبی فکر می‌کنم پذیرش این موضوع کمی سخت باشه، چرا که قبلا این سناریوها رو دیدیم. ما دیدیم که دولت ایران ادعا می‌کنه که کم کردن یا لغو تحریم‌ها باعث میشه اونها برای منافع مردمشون سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی انجام بدن، اما به جای اون همیشه این پول‌ها به دست آیت الله و سپاه پاسداران افتاده و اهداف اونها رو تأمین کرده. خب فکر می‌کنم که حقیقت اینه که ایران همچنان برای واحد‌های نظامی آمریکایی در خلیج فارس مزاحمت ایجاد میکنه، در حالی که گفته میشه مذاکرات برای کاهش تنش ها هستند. سوال اینه که دقیقاً دولت بایدن به چه چیزی امید داره؟ همین هفته پیش گزارشی از شما منتشر شد درباره یک گروه ایرانی آمریکایی که ارتباطات نسبتاً نزدیکی با وزارت امور خارجه ایران داشتند. این ارتباطات نزدیک بین مقامات آمریکایی و مقامات ایرانی نیاز به تحقیقات گسترده‌ای داره. نگرانی من این نیست که دولت‌ها تلاش می‌کنند تا با اساتید، رهبران سیاسی و اتاق فکرها و مؤسسات تحقیقاتی در واشنگتن ارتباط برقرار کنند. نگرانی من اونجاست که ما با کسی روبرو هستیم که با مجوز امنیتی کامل داره در یک شغل دولتی با حساسیت‌های بالا کار می‌کنه و به طور مستقیم با دولت متخاصم همکاری می‌کنه. با توجه به حساسیت موضوع الان نمی‌خوام قضاوتی داشته باشم، اما کافیه بگم که پنتاگون و وزارت امور خارجه باید برای بررسی موضوع در اینجا تحقیق کنند. مارک گینزبرگ بود، دیپلمات سابق آمریکایی. جیسون شمیت، دادستان پرونده هادی مطر، ضارب سلمان رشدی، به ایران اینترنشنال گفته دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای مطر احتمالاً اوایل سال 2024 برگزار میشه. هادی مطر حدود یک سال پیش در جریان یک برنامه فرهنگی به سلمان رشدی با چاقو حمله کرد. آقای رشدی زنده موند اما بینایی یک چشمش را از دست داد. همکارم اردوان روزبه با آقای شمیت گفتگو کرده و ابتدا از او درباره تازه‌ترین جزئیات این پرونده پرسیده. خب ما در میان پروسه تعقیب کیفری هستیم. ما یه جلسه بسیار مهم رو به پایان رسوندیم که در نیویورک از اون به عنوان جلسه هانتلی یاد میشه. در موردی ما احتمال اینکه آقای مطر در حین بازداشت توسط پلیس تحت فشار قرار گرفته باشه رو مورد بررسی و ارزیابی قرار دادیم. به تازگی نظرات مربوط به این بخش رو دریافت کردیم. اظهاراتی که می‌خواستیم در پرونده باقی بمونه تا بتونیم اونها رو به عنوان مدرک در طول دادگاه ارائه کنیم. این مدارک توسط قاضی دادگاه شهرستان هم تایید شده، به طوری که اساساً راه رو برای ما برای گرفتن تاریخ بررسی نهایی هموار میکنه. موضوع امروز بررسی درخواست‌های جداگونه از سوی مدافعان متهم بود که ما با اون موارد مطروح مخالفت کردیم، که البته کار فعلا به آینده موکول شده. در مجموع ما داده‌های جدیدی به دست نیاوردیم، اما انتظار داریم که از موانع عبور کنیم و پس از انجام این کار بدون هر گونه دفاعیه دیگه انتظار داریم که تاریخ بررسی بعدی در اوایل سال 2024 باشه. هادی مطر با چه اتهاماتی روبروه؟ آقای مطر در ایالت نیویورک به تلاش برای قتل درجه دو برای آقای رشدی و حمله درجه دوم مربوط به فردی دیگر به نام آقای ریس که در زمان حمله به آقای رشدی در اونجا حضور داشته متهم. وقتی کسی عمدن میخواد کسی رو بکشه به معنای تلاش برای قتل درجه یکه که چرا آقای مطر متهم تلاش برای قتل درجه دو شده؟
تعریف قتل درجه دوم تلاش برای مرگ دیگری است و شما در واقع باعث مرگ میشید. در این مورد این یه تلاشه، زیر آقای رشدی از حمله جان سالم به در برده. اما اگر سوال شما اینه که چه چیزی در ایالت نیویورک تحت عنوان قتل درجه یک تعریف میشه، باید بگم در درجه اول قتل دارای همان عناصره. این یه قصده که عمدن باعث مرگ شخص دیگری میشه. با این حال شرایط خاص و قربانیان خاص وجود دارن که با مجازاتهای تشدید شده تعریف میشن. به طور مثال قتل شاهد یک جنایت جرم رو افزایش میده. اگر شما عمدن شاهد جنایت قتل رو بکشین، این به منزله قتل درجه یکه. این سطحی از قتله که قانونگذار ایالت نیویورک تعیین کرده، چرا که اونها میخوان مردم رو از انجام آن نوع رفتار و قتل درجه دوم منصرف کنن. در اینجا شواهد حاکی از اونه که تلاشی که آقای مطر انجام داده قتل درجه دوم بوده. البته به اتکای این میزان شواهدی که ما تونستیم در این مورد جمع آوری کنیم. به نظر شما جمهوری اسلامی یا حزب الله نقشی در الزامش داشتن یا اون به طور مستقل این کار رو انجام داده؟ بر اساس شرایط و شواهد کاملا واضحه که آقای رشدی در اینجا هدف قرار گرفته. این حمله بیدلیل نبوده. آقای مطر هیچ ارتباطی با جامعه محلی اینجا نداره و اون عمدن از ایالت نیوجرسی از طریق چند مسیر و میدتاون منهتن به این منطقه سفر کرده و سپس به بوفالو و سپس به شهرستان ما اومده. بنابراین ما معتقدیم که این حمله‌ایه که از قبل برنامه‌ریزی شده بود. همه ما از فتوای آیت الله خمینی در سال 1989 آگاه هستیم. این فتوا با پاداش پولی که مشوقی بود برای افراد و در طول سالها افزایش یافته هنوز پابرجاست و میتونه دلیلی باشه. بنابراین خود این موضوع قربانی ما رو به انگیزه های خاص هدایت میکنه، چرا که بدون شک میدونیم آقای رشدی موضوع فتوا بوده. پیش از این افراد دیگری نیز با انتشار آیات شیطانی مرتبط بودند که در گذشته مورد حمله های بین المللی قرار گرفتند. ما در مرحله ای از زندگی آقای رشدی هستیم که درک من از چیزی که در اینجا جمع‌آوری کردم اینه که آقای رشدی برخی از تلاش‌های امنیتی رو که برای محافظت از اون در نتیجه فتوا انجام داده بودن کنار می‌گذاشتند. آیا گفتگوی مستقیم با هادی مطر داشتی؟ نه، زمانی که حمله رخ داد و آقای مطر بازداشت شد، تلاش‌هایی برای مصاحبه با آقای مطر انجام شد تا اطلاعات بیشتری در مورد حمله و انگیزه‌های اون ارائه بشه. اما این مصاحبه زمانی که آقای مطر منتقل شد، به صورت کوتاه انجام شد و حق او برای لغو درخواست بازجویی بیشتر همونطور که شما می‌دونید مورد احترام قرار گرفت. ما از اون زمان تاکنون هیچ ارتباطی با اونها نداشتیم. البته می‌دونم که آقای مطر در مقطعی با یه رسانه دیگه ارتباط برقرار کرده و در اون زمان با اونا مصاحبه کرده و نظرات خاصی رو بیان کرده. آقای مطر و امثال اون که حتی در زمان صدور فتوا به دنیا نیامده بودن و شاید واقعا در اون زمان زندگی نمی کردن و ممکنه دانش یا تجربیات مستقیمی نداشته باشن که باعث شد چنین حمله هولناکی به یک انسان دیگر رو انجام بدن. میدونین این باعث میشه که هر یک از ما در مورد انگیزه ها و شرایط اطرافش متعجب شیم. چیزی که من حدس میزنم باعث شده بر اساس نگاه کردن به شرایط فردی اون که در کجا زندگی میکنه و با چه کسی زندگی میکرده، میدونم که با خانوادهش زندگی میکرده و به نظر نمیرسید انگیزه زیادی تو زندگیش داشته باشه. متاسفانه در جامعه ما بعضی مردم هستن که احساس ضایع شدن حقوقشون رو میکنن که باعث میشه گاهی اوقات جذب دیدگاه متعصبانه یا افراطی بشن. به نظر من این فقط یک شرایط ناگواره، نه فقط برای جامعه آمریکا، بلکه جامعه ما در دنیای امروز. دولت آمریکا در حال حاضر داره مذاکره میکنه با جمهوری اسلامی که فتوای کشتن یک انسان رو داده، درسته؟ خب این سوال بسیار پیچیده‌ایه که شما می‌پرسین. می‌دونین من مطمئناً میتونم نظر خودم رو به عنوان یک فرد که در این جامعه زندگی می‌کنه و از چیزهای مطلع هستم و فقط با پیگیری اخباری که بعد از حمله مطر توسط دولت جمهوری اسلامی صادر شد به شما بگم. بیانیه‌ای که نشون میده این کشور در این حمله دخالتی نداشته، اما وجود و قابل اجرا بودن فتوا رو تایید می‌کنه. از طرفی من می‌دونم که پس از
روی کار اومدن رئیس جمهور بایدن یکی از اهداف اون بازگردوندن دولت جمهوری اسلامی به معاهده هسته‌ای بود که آقای ترامپ در زمان ریاست جمهوری خودش لغو کرده بود. بنابراین من از اون دیدگاه متضاد آگاه هستم، زیرا از یک سو مطمئنم فکر می‌کنم اگر همه ما بتونیم به نوعی توافقی در مورد تسلیحات هسته‌ای برسیم جهان امن‌تره. از طرف دیگه خود فتوا اساساً دستوریه که به اعتقاد من بزرگترین جامعه در جهان یعنی جامعه اسلامی رو خطاب قرار میده که اونها به تبعیت از رهبر عالی جمهوری اسلامی جان دیگری رو بگیرن. در واقع وقتی به شرایط فتوا نگاه میکنید افراد متعددی هستن که مخاطب قرار میگیرن، بنابراین به نظر من این دو با یکدیگر در تضاد هستن، اما برخی از اهداف مشروع وجود دارن که دولت بایدن در حال تلاش برای رسیدن به اوناست که متاسفانه در دنیای سیاست میتونن مخالف یکدیگر باشن و نه موازی. آیا اطلاعاتی در مورد تحقیقات فدرال در خصوص این پرونده دارین؟ There is a concurrent federal investigation as there should be. تحقیقات فدرال هنوز باید ادامه داشته باشند. من از وضعیت تحقیقات یا اینکه آیا اتهامی در سیستم عدالت کیفری چه ایالتی یا فدرال ثبت شده آگاه نیستم. مراحل محرمانه ای وجود دارد. میدونین رسیدگی به جزئیات تا زمانی که هیئت منصفه مراحل بررسی خودشون کامل نکنن و اتهامات مطروح در کیفر خاص رو در قالب یک سند آماده نکنن برای عموم منتشر نمیشه. بنابراین ممکن است کارهای از طرف فدرال هنوز در روند بررسی وجود داشته باشد، اما من اصلا اطلاعی در این مورد ندارم، فقط میدونم که اونها همونطور که باید و لازمه به این موضوع نگاه میکنن. خب سوال من اینه، آیا ممکنه حکومت جمهوری اسلامی یا حزب الله تو این اقدام خشونت آمیز نقش داشته باشن؟ Consider though that the criminal act itself gives توجه به این عمل مجرمانه که خود اتهامی بر اساس قانون ایالتی اقدام به قتل در درجه دوم محسوب میشه لازمه. ما فقط باید قصد آقای مطر رو برای ارتکاب جنایت قتل در درجه دوم بررسی و صحت موارد رو تایید کنیم و بخشایی که گامهای معناداری در جهت ارتکاب اونها بوده رو شناسایی کنیم، هرچند که اون به هدف نهاییش نرسیده. اما دولت فدرال قوانین کیفری خاصی داره و این قوانین فراتر از اون چیزیه که ما دنبال میکنیم. اینجا نمیخوام این عمل متهم رو یک امر حداقلی قلمداد کنم، اما در روند بررسی فدرال ممکنه به همون قتل ساده هم در مقیاس بین‌المللی یا ملی نگاه کنن. این ممکنه به یک دامن تحقیقاتی کامل و بسیار گسترده تر نیاز داشته باشه که فراتر از آقای مطر هست و ممکنه به شخص ثالثی برسه و شاید در یک نتیجه گیری در بدترین حالت دولت جمهوری اسلامی یا جاهای دیگر رو هم شریک بدونه. در بدترین حالت آقای مطر تا کی زندان میمونه؟ In a worst case scenario if he's convicted on both charges. در بدترین سناریو برای محکومیت به هر دو اتهام اون 25 سال در زندان دولتی خواهد بود. البته یه سوال حقوقی وجود داره که آیا در حمله‌ای که آقای مطر علیه آقای ریس فرد دیگری که متهم اون رو مجروح کرده گناهکار شناخته بشه یا خیر. در مورد حکم جنایت ارتکابی علیه آقای رشدی و حمله به فرد دیگر به دلیل نزدیکی زمانی این دو جنایت بر اساس تحقیقاتی که انجام دادن به نظر میرسه که اون مشمول محکومیت همزمان خواهد شد. بنابراین حتی اگر اون به خاطر صدمه‌ای که به آقای ریس و صدمه‌ای که به آقای رشدی وارد شده محکوم بشه، حکم اقدام به قتل در درجه دوم اعمال میشه که منتهی به 25 سال زندانه. یکی از نگرانی‌هایی که فکر می‌کنم همه ما باید داشته باشیم اینه که در جامعه ما این نوع حملات منجر به حملات بیشتر نشه، زیرا افرادی میتونن در اطراف ما در برابر این نوع تفکرات آسیب‌پذیر باشن. اما از سوی دیگه من که در دهه 1980 زندگی کردم به خاطر دارم زمانی که در ایران شهروندان آمریکایی گروگان گرفته شده بودند واکنش شدیدی علیه ایرانیان در ایالات متحده وجود داشت. من فکر می‌کنم همیشه این نگرانی‌ها وجود دارن. اگر افراط‌گرایی به هر دو صورت اعمال بشه، حتی در بین شهروندان آمریکایی که با افراد خارجی که ممکنه اعتقادات خاصی داشته باشن به وجود بیاد، جای نگرانی داره. نگرانی من اینه که یادمون باشه باید در اینجا همه ما با هم زندگی کنیم. افرادی که دوستشون داریم رو مراقبت کنیم و کار کنیم بدون اینکه آسیبی به دیگران بزنیم. بنابراین من فکر می‌کنم که از هر دو طرف با چنین چیزی مواجه هستیم. من فکر می‌کنم مجری قانون ما این رو می‌شناسه و به اون توجه داره. گفتگوی همکارم اردوان روزبه بود با جیسون شمید، دادستان پرونده ضارب سلمان رشدی. این یک خبر فوری است.
تصاویر زنده داریم از مجلس نمایندگان آمریکا، جایی که بعد از یک درخواست توسط نماینده فلوریدا آقای مت گیتس، حالا مجلس نمایندگان در حال رأی‌گیری برای برکناری احتمالی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا کوین مکارتی. این رأی‌گیری از لحظاتی پیش تا حالا شروع شده، 34 رأی موافق و 30 رأی مخالف تا اینجا شمرده شده، 400 خورده رأی بعد شمرده بشه. البته بعضی از نمایندگان حضور ندارن، اما در این مورد خاص حضور فیزیکی نمایندگان برای رأی‌گیری مهم هست و کسانی که بخوان به صورت آنلاین رأی بدن نمیتونن در این رأی‌گیری شرکت بکنند، ولی میدونیم که تعداد زیادی از نمایندگان دموکرات هم خودشون رو سعی کردن با هواپیما به واشنگتن دی سی برسونن تا در این رأی‌گیری شرکت بکنن. لحظه تاریخی است، از تقریبا یک قرن گذشته تا به امروز از این روند اداری مجلس نمایندگان برای برکناری رئیس مجلس نمایندگان استفاده نشده بود. اگر در لحظات پیش رو آقای مکارتی رأی کافی به دست نیاره و برکنار بشه، یک بحران هم میتونه برای مجلس نمایندگان شکل بگیره، برای اینکه کسی که به صورت موقت ریاست مجلس نمایندگان رو بعد از او بر عهده خواهد گرفت، باید رأی‌گیری جدیدی برای رئیس مجلس نمایندگان شکل بده که میدونیم با توجه به نزدیکی تعداد نمایندگان دو حزب کار آسانی پیش رو نداره. شمارش آرا از لحظاتی پیش شروع شده، به محضی که نتیجه رو ببینیم حتما شما رو در جریان میذاریم. تصاویر زنده رو میبینید از مجلس نمایندگان، جایی که سرنوشت کوین مکارتی به رأی گذاشته شده. بر اساس آمار اتحادیه اتاق‌ها و بورس‌های ترکیه، صدها شرکت استارتاپی در 8 ماه گذشته با سرمایه‌گذاری روسی و ایرانی در بازار این کشور به راه افتاده. شبکه نظارت نوردیک در گزارشی تحقیقی در همین مورد میگه از این شرکت‌ها برای دور زدن تحریم‌های غربی استفاده میشه. آمار اتحادیه اتاق‌ها و بورس‌های ترکیه نشون میده از ماه ژانویه تا اوت امسال بیش از 590 شرکت از سوی روسا و بیش از 500 شرکت توسط ایرانیان در ترکیه تأسیس شدند، در حالی که در همون مدت آلمانی‌ها حدود 200 شرکت در ترکیه راه انداختند. این در حالی که آلمان بزرگترین شریک تجاری ترکیه است. سرمایه حداقلی این تعداد شرکت‌های ایرانی برای فعالیت در بازار ترکیه نزدیک به 400 میلیون لیر، یعنی چیزی حدود 14 میلیون 140 هزار دلار اعلام شده. محمد جواد شعله سعدی، متخصص حقوق تجارت بین الملل و تحریم‌های اقتصادی از پاریس با ماست. آقای شعله سعدی، به مجرد اینکه تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا متوجه فدراسیون روسیه شد، می‌دونیم که سرمایه‌های زیادی از این کشور روانه شد به ترکیه و امارات متحده عربی. چقدر فکر می‌کنید که مقامات ترک آگاه هستند که این شرکت‌های روس و ایرانی احتمالاً دارن تحریم‌ها رو دور می‌زنن؟ ببینید، دولت ترکیه سالیانی هست که یک بازی بند بازی رو در واقع چه در امور سیاسی و الان اقتصادی پیش گرفته و سعی میکنه روی تابلوهای مختلف همزمان بازی کنه، همزمانی که در واقع روابطش رو با غرب سعی میکنه کجدار و مریض خیلی متشنج نکنه، در این حال به شرق و بلخص روسیه هم بسیار نزدیک شده و سعی کرده از موقعیت‌های مختلف بیشترین حد منفعت و سود رو ببره. این به صرف من فکر می‌کنم سیاستی شاید کمی خطرناک و قابل بحث باشه، ولی تا الان نسبتاً ترکیه تونسته موفق عمل بکنه و بخش زیادی از این سرمایه‌ها رو جذب خودش بکنه. البته دو نکته رو من نسبت به این خبر شما روش مایلم ابراز بکنم. یکی این که این آمار این شرکت‌ها اصولاً، حالا این آماری هست که به صورت رسمی منتشر شده یا شاید پیدا شده، خیلی وقت‌ها شرکت‌ها میتونن تأسیس بشن و سهامداران اونها متعلق به کشورهای مختلف من جمله ایران یا روسیه باشن، ولی در این حال مثلا به صورت رسمی این شرکت‌ها به نام افراد ترک و اینها باشه. یعنی میخوام بگم شاید شرکت‌های موجود بسیار فراتر از این آمار 500 خورده شرکت باشن. در این حال نکته دومی که میخوام تاکید بکنم براش این هست که اساساً نوع تحریم‌های روسیه با تحریم‌های ایران قابل مقایسه نیست، یعنی بسیار متفاوته. تحریم‌های روسیه با اینکه از لحاظ میزان از تحریم‌های ایران و هر کشور دیگه‌ای تا الان بیشتر بوده، ولی از لحاظ نوع و کیفیت
کیفیت کمی متفاوت هست. یعنی ما تحریم‌های ثانویه در مورد روسیه نداریم، در حالی تحریم‌های ایران عموماً و تقریبا شاید میشه گفت همشون ثانویه هستن، به این معنا که خیلی از کشورهای غربی روسیه رو تحریم کردن، به این معنا که ما دیگه با روسیه کار نمی‌کنیم یا ازش انرژی، نفت یا چیزهای دیگه نمی‌خریم، ولی در این حال کشورهای دیگه یا افراد دیگر رو مورد تحریم قرار نمیدن اگر اونها کار بکنن با روسیه، در حالی که در مکانیزم تحریم‌های ایران که در واقع تحریم‌های ثانویه نامگیری میشه، هر شرکت و کشور دیگه‌ای که با ایران در واقع اون تبادلات رو انجام بده اون هم مورد تحریم قرار میگیره و در نتیجه این باعث میشه که خب خیلی از کشورها احتیاط خیلی بیشتری بکنن و تحریم‌های ایران بسیار کارسازتر باشه. و ما میدونیم که از همون اول عملا ترکیه اعلام کرد که زیر بار تحریم‌های روسیه به شکلی که حداقل اتحادیه اروپا یا آمریکا وضع کردن نخواهد رفت و نرفته تا به امروز، البته میتونه براش مشکلات ایجاد بکنه. روسیه الان مدتی در لیست خاکستری FATF هست و این نظام بانکی ترکیه رو میتونه کمی متزلزل بکنه. ممنونم از شما محمد جواد شعله سعدی، متخصص حقوق تجارت بین الملل و تحریم‌های اقتصادی از پاریس. ارتش ایران میگه دور جدیدی از رزمایش نظامی پهپادی رو در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان آغاز کرده. فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی گفتند بیش از 200 نوع پهپاد در این رزمایش شرکت دارند. دریادار سیاری فرمانده این رزمایش این اقدام رو نمایش اقتدار جمهوری اسلامی و بی اثر بودن تحریم ها خونده. بر اساس گزارش ها منطقه عملیاتی این مانور کل خاک ایران، آبهای خلیج فارس و دریای عمان، اما به دریای خزر در اون اشاره نشده. جمهوری اسلامی پیشتر از پهپادی با موتور جت و دوربین پیشرفته رونمایی کرده بود. حسین آریان تحلیلگر امور نظامی و راهبردی میگه پهپادهایی که در این رزمایش شرکت کردند بیشتر برای شناسایی و اختلال استفاده میشن. جمهوری اسلامی پهپادهای بسیار زیادی رو ساخته، سری های مختلف از همه نوع پهپاد تا حالا درست کرده، ولی در چارچوب این رزمایش خاص حدود 10 پهپاد رو به کار گرفتن و اون گونه که دریادار سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش گفته 100 تمرین در این رزمایش پیش بینی شده برای نیروهای چهارگانه ارتش در سراسر ایران، یعنی از خلیج و فارس و دریای عمان گرفته در جنوب تا مناطق شرق و غرب و مرکز، و در این چارچوب نیروی زمینی در 7 استان مرزی داره شرکت میکنه تو این رزمایش. اون چرا که در این رزمایش تخصصی دارن انجام میدن که 10 تا پهپاد شرکت دارند، بیشتر اینها در واقع پهپادهایی است که برای شناسایی هست، برای ایجاد اختلاله. برای نمونه در این فازی که دارن الان اجرا میکنن گفتند که ما برای حساب داریم تمرین میکنیم برای اخلال ارتباطی زمین پایه در ارتباط با اون ایستگاهی که این پهپادها رو کنترل میکنن، و همینطور اختلال در حساب ارتباطات پهپادی از هوا. در این مورد 2 تا پهپاد ابابیل 4 و کمان 19 رو استفاده کردن که برای اولین بار وارد میدان شده، و به طور کلی اخلال الکترونیک بر روی پهپادهای نیروهای مهاجم. اینها تمریناتی است که در این چارچوب رزمایش تخصصی دارن انجام میدن. هدف کلیش رو اگه بخوایم بگیم به طور کلی در یک نگاه کلی اینی که دیاداد سیاری هم اینو تاکید کرده که ما داریم این رزمایش انجام میدیم برای واگذاری مسئولیت به قشر جوان در صحنه مدیریت و فرماندهی در میدان، و طبق معمول برای آموزش، برای تبادل حساب تجربه، برای ارتقای آمادگی و ارتقای توان بازدارندی. این کلن به حساب برنامه اینهاست برای اجرای این رزمایش، رزمایش مشترک پهپادی 1402 ارتش. کار تولید پهپاد رو الان مدت هاست که جمهوری اسلامی شروع کرده، تقریبا از صفر شروع کرده، ولی
برای تولید این پهباد قطعاتی را که لازم هست، اون چرا که جمهوری اسلامی مجبور از خارج تهیه بکنه، این رو به وسیله شرکت‌های سوری، به وسیله عواملی که داره، از حساب از راه‌های غیر مستقیم اینا رو می‌گیره و بسیار به حساب از این قطعات استفاده‌های دوگانه دارن. فقط ویژه امور نظامی نیست، به همین جهتی که تا حالا تونسته بسیاری از اینها رو تامین بکنه. یه نکته دیگری رو هم که بگم اینه که در این رزمایش و این چارچوب دارن به حساب پهبادهایی را که به کار می‌برن، برخی از این پهبادها پهبادهای بسیار کوچکه، دست پرتابه، مثل پهباد یزدان، پهباد یزید. برخی از اینا مثل کمان 12 پهباد رزمیه، برخی مثل ابابیل 3 اینا پهبادهای ویژه جنگای الکترونیکیه. از نظر پهبادی جمهوری اسلامی در سطح خوبی قرار داره، ولی قابل مقایسه با برخی از کشورهای دیگه در منطقه، در سطح به حساب جهانی و در منطقه با اسرائیل نیست، ولی به اندازه خودش توان بازدارندگی داره و میتونه بفروشه و این پهبادها رو به روسیه داده و همینطور کارخانه تولید پهباد برای یه نوع از پهبادها در تاجیکستان ایران به وجود آورده. حسین آریان بود، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی. دوباره تصاویر زنده داریم از مجلس نمایندگان آمریکا. همطور که دقایق پیش بهتون گفتم، در یک رأی‌گیری تاریخی سرنوشت رئیس مجلس نمایندگان کوین مکارتی تا دقایق دیگر روشن خواهد شد. این رأی‌گیری بعد از درخواست نماینده فلوریدا مت گیتس صورت می‌گیرد که یک درخواست اداری هست در داخل کنگره آمریکا، در داخل مجلس نمایندگان، ولی کم سابقه. از 1912 به این سو این اولین بار هستش که از این مکانیزم برای به چالش کشیدن رئیس مجلس نمایندگان استفاده میشه. بسیار رأی‌گیری نزدیک هست. 97 نماینده تا اینجا رأی مثبت دادن به 98 نفر به لغو موقعیت او و 94 نفر رأی منفی. البته باید حضور فیزیکی داشته باشن نمایندگان. بعضی از نمایندگان از جمله خانم نانسی پلوسی در مجلس حضور ندارن. ما میدونیم تعداد دیگر از نمایندگان به خصوص دموکرات‌ها با هواپیما عازم واشنگتن دی سی شدن تا در این رأی‌گیری شرکت کنن. آرش علایی همکارم از کنگره آمریکا به ما پیوسته. آرش، شاهد تاریخ هستیم، خیلی بی سابقه است چنین کاری. تو شما گفتی 1912، ولی من چیزی که خونده بودم 1910 هست آخرین باری که استیضاح یک رئیس مجلس در آمریکا کلید خورده است. الان که ما داریم با شما صحبت می‌کنیم، 6 نماینده جمهوری‌خواه رأی منفی دادن به آقای مکارتی. آقای مکارتی فقط میتونست 5 تا از اعضای حزبش از دست بده برای اینکه بخواد اکثریت داشته باشه. 6 نفر به ایشون رأی منفی دادن، غیر از اینکه دموکرات‌ها بخوان به ایشون رأی بدهن یا اینکه چند تا از نماینده‌های دموکرات حاضر شدن از صحنه علنی برون بیرون برای اینکه تعداد اکثریت رو بیاورن پایین. دیگه ایشون به معجزه احتیاج داره برای اینکه بخواد استیضاح نشه فعلا. اما چجوری رسیدن به اینجا؟ اختلاف بین آقای مکارتی و مت گیتس از همون روز اولی که کوین مکارتی به عنوان رئیس مجلس نمایندگی ریاست مجلس در آمریکا بودن 19 ماه پیش معرفی شد، از اون موقع اختلاف بین این دو نفر وجود دارد. از همون موقع آقای مت گیتس و یک گروهی از جمهوری خواهان راستگرا که در خود حزب یاقی ها معروف هستند، بیشترشون عضو فراکسیون آزادی هستند، فریدم کاکس، به آقای مکارتی پشت کردن، حاضر نشدن بهش رأی بدن. بارها و بارها، 13 بار طول کشید، باعث شد یکی از طولانی ترین ماراتون های انتخاب رئیس مجلس در آمریکا اتفاق بیفته. بالاخره آقای کوین مکارتی موفق شد باهاشون موافقت بکنه، توافقی صورت بده تا رئیس مجلس بشه. یکی از بخش های اون توافق که همین آقای مت گیتس نماینده فلوریدا موقع اضافه کرده بود این است که تا مجلس، تا کنگره 117 هم، یعنی کنگره قبلی، اینکه اگر شما میخواستید استیضاح کنید رئیس مجلس رو، احتیاج داشتید چند تا نماینده دیگر هم امضاشون رو جمع کنید. آقای مت گیتس تونست مکارتی رو راضی بکنه که در کنگره 118 هم حتی یک نماینده هم بتونه استیضاح رئیس مجلس رو مطرح بکنه. و الان پس از این که به نظر میاد آقای کوین مکارتی در یک توافق مخفیانه با کاخ سفید توانسته است
یک بودجه موقت 45 روزه رو درست در دقیقه 90 و درست یک ساعت قبل از اینکه دولت فدرال بخواد رسما بخشایش تعطیل بشود، این بودجه رو کوین مکارتی آورد به صحنه علنی. بیشتر دموکرات‌ها بهش رأی دادن، جمهوری‌خواهان کمی اون موقع بهش رأی دادن. فردا فقط 90 نفر از جمهوری خواهان حاضر شدن اون موقع در مجلس نمایندگان رأی بدن به این بودجه موقت، در حالی که 212 نماینده جمهوری خواه داریم. واسه همین موجب عصبانیت این بخش از حزب جمهوری خواه شد. فراکسیون آزادی، راستگران افراطی شروع کردن مورد انتقاد قرار دادن و روز گذشته دوشنبه مت گیتس اومد در صحنه علنی مجلس به باد انتقاد گرفت کوین مکارتی رو، گفت به حزب خودش پشت کرده است، به اون چیزایی که اکثریت بهشون رأی داده پشت کرده، رفته با جو بایدن و دموکرات‌ها توافق کرده است و واسه همین درخواست استیضاح رو مطرح کرد. حدوداً 2 ساعت پیش هم دموکرات‌ها با هم یه جلسه‌ای در اون حزبی داشتن تصمیم گیری کنن ببینن برای رئیس مجلس میخوان چه کنن، آیا از کوین مکارتی حمایت میکنن یا خیر. و وقتی آقای حکیم جفریز رهبر اقلیت از این جلسه خارج شد، به خبرنگاران گفتش که حزبش تصمیم گرفته است از کوین مکارتی حمایت نکند و اجازه بدهد که او سقوط بکند. سقوط احتمالی مکارتی باعث می شود مجلس نمایندگان دیگر از کار بیفتد. فعلا تا زمانی که رئیس مجلس جدید انتخاب نشده است، تمام لوایح فعلا معطل خواهند ماند و این روند هم ممکن است مدت ها طول بکشد، به خاطر که جمهوری خواهان میانه رو قول دادن که حتی اگر کوین مکارتی استیضاح بشود دوباره او رو معرفی کنند برای اینکه بخواهد پست ریاست رو در دست بگیرد. فعلا تا 1-2 ساعت دیگه باید منتظر باشیم تا ببینیم آقای مکارتی استیضاح خواهد شد یا خیر، و اگر او از کارش برکنار بشه میدونیم که انتخاب رئیس بعدی مجلس نمایندگان هم کار آسانی نخواهد بود. همین آقای مکارتی هم با کلی رای گیری و با دردسرهای زیادی به این سمت رسید. آرش، دوست داشتم بیشتر باهات صحبت بکنیم، لحظات هیجان انگیزی هست ولی متاسفانه داریم میرسیم به پایان برنامه. ممنونم از تو آرش علایی، همکارم از کنگره آمریکا. 112 رأی موافق تا اینجا، همطور که آرش گفت احتمالاً دیگه در این مقطع آقای مکارتی به معجزه احتیاج داره. ممنونم که بیننده برنامه 24 بودید. برنامه رو با تصاویری زنده از کنگره آمریکا به پایان می‌بریم.